هفت تهران کابل از هفت و نیم در دوشنبه درود بر شما که به چشم انداز بامدادی پیوستید یک شنبه است 17 فروردین 5 آوریل داریش رجبیانم کرونا در جهان اوج میگیرد اما هنوز به نقطه اوجش نرسیده از پیامدهای تازه یورش کرونا بر جهان ایران افغانستان خواهیم گفت و از دو دستگی در برخورد مقام های ایران با این معضل که ای خواهان بازگشت مردم به کسب و کار به زودی زود هستند و شماری هم آن را صلاح نمیداند در این باره گفتگویی زنده خواهیم داشت بازداشت رهبر شاخی خراسان داعش در افغانستان موضوع گفتگوی ما هست از رهبر جدید حزب کارگر بریتانیا هم خواهیم گفت و از همایون خسروی نوازنده ای ایرانی ویلونسل که دیروز درگذشت پیش از همه اینها و بیشتر از اینها تازه ترین خبرهای جهان از رادیو بی بی سی در لندن اگر شنونده برنامه دیروز ما هم بودید که میدانید به دلیل سختتر شدن مقررات دوری گزینی یا فاصله گیری اجتماعی تهیه کننده برنامه را در استودیو نداریم هرچند اینجا هی و حاضر هست و بخش خبری را هم تدوین کرده محمد صباهی که من عرضه می کنم این بخش خبری رو روز شنبه نخست وزیر اسپانیا پیش بینی کرد که این کشور در حال عبور از دوری اوج ابتلا به ویروس کرونا است و مقام آمریکایی به مردم هشدار دادند که دو هفته آینده در ماهار این بیماری اهم اهمیت فوق‌العاده‌ای خواهد داشت. همزمان رکورد تازه آمار روزانی مرگ در نیویورک ثبت شده. دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا میگوید آمار درگذشتگان در سطح جهان اکنون از 60 هزار تن فراتر رفته و بیش از یک میلیون و صد هزار تن هم مبتلا شدند. دونالد ترامپ روز شنبه از مردم خواست که برای سختترین هفته در این بحران در آمریکا آماده باشند چون خیلی ها جانشان را از دست خواهند داد. دکتر دبرا برکس هماهنگ واکنش کاخ سفید به این بحران هم گفت که دو هفته آینده اهمیت فوقالعادهای خواهد داشت و از مردم خواست حتی برای خرید بیرون نروند در آمریکا بیشترین توجه همچنان معطوف به نیویورک است که روز شنبه با 630 مورد مرگ رکورد تازه را ثبت کرد از طرف دیگر در اسپانیا آمار مرگ برای دومین روز کاهش پیدا کرد و پدرو سانچز نخست وزیر این کشور ابراز خوشبینی کرد که اسپانیا در حال عبور از نقطه اوج اپیدمی باشد سینا علی نجات بود در آمریکا که بعدا به او برمیگردیم بنا به گزارش های رسمی شمار مبتلایان به کوید 19 در ایران تا بعد از ظهر شنبه به 55743 تن رسیده و 3452 تن هم بر اثر این بیماری درگذشتند با بازگشت بسیاری از افراد به سرکار کار در ایران نگرانی از افزایش شمار مبتلایان و تلفات ویروس کرونا در هفته های پیش رو بالا گرفته در افغانستان هم با ثبت 35 مورد دیگر مبتلا یان به ویروس کرونا به گفته مقام های وزارت بهداشت یا صحت شمار مبتلایان به 309 تن رسیده در این میان شمار بیماران کووید 19 در کابل و دیگر استان یا ولایات هم در حال افزایش است و الله مایار سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان گفته بیتوجهی شهروندان کابل به سفارش های بهداشتی باعث شده که شمار روزانه مبتلایان در این شهر از هرات که مبدع ورودی ویروس کرونا در افغانستان بوده پیشی بگیرد. نفوس کابل در مقایسه با هرات زیاد است و فعلا ویروس در خود جامعه در کابل هم در حال گردش است توقع داشته باشیم که واقعات ما روز به روز در شهر کابل هم زیاد شمره دیروز در هرات خوشبختانه واقعات ما بسیار زیاد کم بود که یک مسئله بسیار زیاد خوب است در کابل هم اگر ما اقدامات جدیتر نسازیم واقعات ما روز افزون می باشه و روز بروز شاید واقعات مثبت بیشتر خواد بودیم جزیات این خبرها و خبرهای دیگر در تارنمای بی بی سی پرژن در بامداد یک شنبه هفتم فروردین پنجم آوریل به تک تک شما درود میفرستم از چشمانداز بامدادی از لندن دایش رجبیان با یک بغل آرزی خوشی و بهروزی به یکایی که شما در سراسر جهان در روزهایی که به ناچار برنامه ما هم مملو از خبرهای کرونایی است ویروسی که همه روزه جان هزاران تن را میبلد اما نیمه پر لیوان این بار هویداتر شده در, در دو کشور در واقع دو کشوری که بیشترین آمار مرگ و کرونایی را داشته اند خبر از پیشرفت در جلوگیری از شیوع این ویروس داده اند دیروز اسپانیا پایین ترین نرخ مرگ و میر بر اثر ابتلا به کرونا در ده روز اخیر را ثبت کرد قرنطینه در این کشور برای سه هفته دیگر تمدید شد Siguiendo las recomendaciones de los expertos, también de los científicos que asesoran al gobierno de España, پدرو <applause> سانچز نخست وزیر اسپانیا به هنگام اعلام این خبر این ابیات معروف سعدی شیرازی را به اسپانیایی خواند که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زه یک گوهرند چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند خرار ابیاتی که در این روزهای کرونا زده بارها و بارها از آن یاد شده توسط مقام های بیمولالی هم همینطور مثل آقای سانچز چون مصداق اوضاع امروز ماست که عضوی به درد آورد و دیگر عضوها هم نماند قرار در واقع به همین دلیل هست که ویروسی که در ووهان چین پدید آمد اکنون بیش از یک میلیون و هزار تن در سراسر جهان را گرفتار کرده دست کم شست تن در این باره در این مورد در واقع جان باختن موضوعی است که همکارم سینا علی در لس آنجلس آمریکا دنبال کرده و حالا با ماست سینا درود و شب خیر نخست از همون جایی که تو هستی آغاز کنیم از آمریکا روز شنبه رکورد تازی در نیویورک از نظر آمار مرگ و میر ثبت شده تازه ترین چیه سلام داریش بله آقای ترامپ روز شنبه بار دیگه در کنفرانس روزانه که در کاخ سفید برگزار میکنه شرکت کرد و سعی کرد که آمریکایی ها رو برای شرایط خیلی دشواری آماده کنه گفت هفته پیش رو سختترین هفته ای است که امریکا در این بحران باهاش مواجه خواهد بود چون پیش بینی کرد که تعداد زیاد دیگری از مردم جانشون رو در این هفته از دست بدن در امریکا البته کل آمار مبتلایان حالا از 300 هزار نفر فراتر رفته که در این میان بیش از 8000 هزار نفر جانشون را از دست دادن بنابراین در میان مبتلایان رسمی دو شش دهم درصد مردند و آمار و مقام های امریکایی البته مدتی است که هشدار میدن که بر اساس پیش ها و آمار علمی که تهیه میکنن شاید حداقل 100 هزار نفر در این اپیدمی جانشون رو در این کشور از دست بدن ولی مقام های بهداشتی تأکید می کنن که اگر مقررات رعایت بشه مقررات سفت و سخت ماندن در خانه رعایت بشه شاید بشه این آمار رو تا حدودی کنترل کرد مثلا دکتر دبرا برکس که هماهنگ کنند یک کارگروه کاخ هست در این مورد از مردم خواست دو هفته آینده رو خیلی خیلی جدی بگیرن از خانه هاشون تاجه که میتونن بیرون نیان حتی برای خرید مایحتاج اولیه مواد غذایی مواد دارویی از اون طرف دکتر آنتونی فاوچی که در این کنفرانس ها شرکت میکنه و, چهره معروفی شده رئیس سازمان بیمار های واگیدار آمریکا تاکید کرد که فاسیس تدابیر فاصله گیری اجتماعی در آمریکا در حال اثرگذاری هست و باز از مردم خواست که اون را رعایت کنه و در نیویورک البته اوضاع خوب نیست تا بیش سی، از 113 هزار نفر در این ایالت مبتلا شدن که 3000 نزدیک به 600 نفر جانشون از دست دادن که 630 موردش در روز شنبه اتفاق افتاد یعنی گزارش شد که در 24 ساعت اخیر اتفاق افتاده ولی نکته مثبت در نیویورک این هستش که اندرو کومو فرماندار ایالت میگه که الان آمار رشد بیماری و مرگ در شهر نیویورک داره تثبیت میشه و به سرعت سابق پیش نمیره خب در نقاط دیگری جهان هم سینا آمارها همچنان تکان دهنده است اما در حالی که نخست وزیر اسپانیا آنطور که گفتیم گفته به نظر میسه که این کشور در حال عبور از اوج بحران باشه در برخی دیگر از کشورها نشانه های جست گریختی از تثبیت اوضاع به چشم میخوره درسته بله اینطور به نظر میاد مثلا همین که آقای سانچز اعلام کرده که این کشور داره دوره اوج بیماری رو پشت سر میگذاره از این نشانه هست به خاطر اینکه آمار مرگ در این کشور رو به کاهش بوده همینطور که در ایتالیا ما شاهد این بودیم هرچند در اسپانیا باز مثل امریکا به نظر میاد که مقام ها دارن مطمئنن که باید این تدابیر رو برای چند هفته دیگه ادامه داد در اسپانیا تا 25 آوریل منع تردد تمدید شده و زدن ماسک به صورت هم حالا اجباری شده در اماکن عمومی که این هم اتفاقا یک روز پیشتر در امریکا هم تدابیر مشابه اعلام شد به مردم توصیه شد که در صورت خروج از خانه ماسک بزنن و در کشورهای دیگه هم گزارش شده که در ترکیه در اسرائیل جمهوری چک و اتریش هم تدابیر مشابهی در مورد ماسک صورت در پیش گرفتن به ایتالیا اشاره کردم برای اولین بار در از زمان شروع بحران یعنی اعلام وضعیت اضطراری حالا تعداد کسانی که در ایتالیا به بخش آی او مجبورن منتقل برای در اثر ویروس کرونا به زیر 4000 نفر برای اولین بار افت به گفته مقام ها که البته اونها هشدار میدن نباید هنوز خطر رو دست کم گرفت در فرانسه هم آمار مرگ روز شنبه اعلام شد که حالا به 7500 نفر رسیده و در بریتانیا هم به 4300 نفر و از اون طرف در ترکیه هم که خیلی هم خبرساز نبوده تا حالا آمار مرگ 501 نفر اعلام شد در روز شنبه و مجموع کل مبتلایان در این کشور 24000 نفر هست تا این لحظه سپاسگزارم سینا با همکارم سینا علی نژاد در آمریکا صحبت میکردم و ما در ایران وزارت بهداشت دیروز اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 158 تن دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران درگذشته اند با این حال ستاد ملی کرونا در ایران گفته که تمامی واحدهای تولیدی با رعایت کامل پروتکل‌های های بهداشتی می توانند فعالیت خود را از سر بگیرند پریروز سعید نمکی وزیر بهداشت در نامی ای به این تصمیم اعتراض کرده بود حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته که طرح فاصله گذاری اجتماعی با تبدیل به فاصله گذاری هوشمند ادامه پیدا می کند با همکارم مهدی بیگی نگاهی داشته باشیم به این روزهای کرونایی در ایران جان بازار نیمه فروردین شده و به نظر ادهی از مردم از بیکاری به تنگ آمدند گزارش های تلویزیون ایران میگوید خیابان های تهران و برخی از شهرهای بزرگ شلوغ تر از روزهای قبل بوده اما چرا والا یه سریشون کار دارن یه سریشون دوست دارن والا ما هم همینجوری اومدیم ما مجهز اومدیم دیگه ما هم اجاره بدیم و باید بیای باید بیایم ولی نمیتونیم واقعا میگم تو این شهر باید ببندیم با پایان تعطیلات نوروزی بعضی از ادارات و کسب و کارهایی که دولت دستور شان را نداده فعالیتشان را از سر گرفتند. ستاد ملی کرونا هم گفته تمامی واحدهای تولیدی می توانند با رعایت پروتکل های بهداشتی کارشان را آغاز کنند. اینها به علاوه جیب خالی عده زیادی از مردم به نظر به شلوغ شدن خیابان ها کمک کرده. گرستگی کمتر از کرونا نیست، بی پولی کمتر از کرونا نیست. اکاش را درک می‌کردند و وقتی می گفتن که تو خونه بمونین و سر کار نرین می گفتن که با چه پشت با چه پولی با چه نون و آبی این هم جدیدترین آمار کرونا در ایران تعداد کل مبتلایان به 55743 نفر رسیده 3452 نفر فوت کردند و 19736 نفر هم بهبود پیدا کردند آماری که بسیاری در مورد صحت آن تردید دارند تعداد قربانیان کرونا در ایران هر روز در حال افزایش است و انتقادها از عملکرد مسئولان بالا گرفته. مصطفی معین رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران در گفتگو با روزنامه مستقل گفته در آغاز اپیدمی عدم شفافیت یا پنهانکاری در اعلام موارد تشخیص داده شده باعث سردرگمی و بیاعتمادی بیشتر مردم شد آقای معین گفته بستری شدنها ادامه دارد و به نظر میرسد هنوز در نقطه اوج بیماری قرار داریم اقدامات جزئی و مقطعی در حال انجام است. سازمان مدیریت پسماند معابر و خیابانهای مناطق دوازده، پانزده و شانزده تهران را زد و فنی می کند. جنگ ادامه دارد. آنچنان که هزاران سال است از آغاز حبوط بشر در کره زمین تا کنون ادامه داشته است. بسیج و سپاه هم مشغول گند زدایی خیابان ها هستند البته با تبلیغاتی وسیع و پر سر و صدا اما با وجود این به نظر کرونا همچنان پیشتاز است وزارت ارتباطات گفته برای تشویق مردم به خانه ماندن به زودی بسته های رایگان اینترنت ارائه می کند اما این هم به نظر نمی رسد بتواند خانه ها را به خانه نشینی تشویق کند مشهد گوهای خلج از جمله این جوان ها که در مشهد غیر کمرشان را در کوه و کمر ریختند بیننده های برنامه میتونستن این جوان ها رو ببینن گذاشت مهدی بگی بوده از کرونا در ایران حالا قرار است که به موضوع کرونا در ایران از زاویه دید سیاسی نگاه کنیم از این زاویه اگر پرسش دارید برم بفرستید در پخش زنده تا با کارشناس برنامه در میان بگذارم از جمله این پرسش را که ریشی اختلاف نظری که به نظر می آید بین مقام های ایران در مورد نوع مدیریت کرونا وجود داره چیست و همین حالا مهدی مهدوی آزاد تلگیر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان خوشبختانه با ما هستند درود بر شما صبح شما به خیر در آلمان آقای مهدوی آزاد بذارید از این صحبت در واقع از این خبر نسبتا تازه تر شروع بکنم دو دستگی در روی مقام ها با این موضوع همین ساعت پیش حسن روحانی رئیس جمهور ایران به نامی هشدار وزیر بهداشت آقای نمکی که می گفت کوچکترین حرکت نسنجیده و غیر منطبق با نظر کارشناسی درباره بازگشایی کسب و کارها آسیب های غیر قابل جبرانی در پی خواهد داشت دستور داده که باید همه فعالیت های اقتصادی از بیستم فروردین تا همین چند روز دیگه آغاز بشه این یعنی چه به نظر شما شما به خیر از 13 که اون نامه معروف آقای نمکی به رئیس جمهور نوشته شد اعتراض کرد به وزارت سمت که گفتن دستگاه تولیدی باید شروع به کار بکنن تا در واقع امروز صبح دهم هر لحظه این اختلاف نظر بین مقامات دولتی دوره بالا میگیره دیگه بحث اختلاف بین دولت و خارج دولت نیست بین دو بخش روشن دولت هست از یک طرف آقای روحانی که میگوید که آم... تمام آمارها رو به کاهش هست مقامات وزارت صنایع که میگن میگفتن حداقل تا دیروز که بخش تولیدی باید شروع به کار بکنه و مدیر کل مدیر کل استاد کرونا تهران گفتش که بخش خصوصی هم با یک سوم ظرفیتش میتونه آغاز به کار کنه این یک طرف طرف دیگه داستان مقامات وزارت بهداشت که به نفع بی سابقه دیروز دیگه موضع گرفتن دیروز آقای حریرچی آمد بر خلاف آمار آقای رئیس گفت میزان مراجعات به بی... 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 بیمارستانها در تهران افزایش پیدا کرده هشت مقام وزارت بهداشت نامی نوشتن آقای دکتر زالی مسئول تهران کرونا تهران یه مصاحبه مفصلی کرد و او هم دوباره گفت ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده گفت اصلا ما در مرحله کنترل کرونا نیستیم ببینید شاید ریشه و اصل موضوع رو بتونیم در گزارش یا هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس ببینیم اونجا هشدار داده که اتفاقاتی که به خاطر کرونا در ایران افتاده به خاطر وضعیت اقتصادی امروز ایران بالقوه ممکن هست زنجیره توزیع و تولید تولید و توزیع مواد غذایی اولیه در بین ایرانیان رو دچار اختلال حاد بکنه قصه این هستش که اقتصاد ایران به مراتب از اون چیزی که ما تصور میکنیم و دولت نشون میده ضعیفتر هست دولت به مراتب از اون چیزی که نشون میده تحت فشار بیشتری هست بخش اقتصادی و امنیتی دولت نگران هستند که شاید نتونن کشور رو کنترل کنند کار به فروپاشی صندوق های بازنشستگی اعتراضات گسترده مردمی حتی بکشه و بخش سلامت طبیعتا دنبال سلامت مردم هست بنابراین مورد دعوای امنیتی سیاسی هست که توش البته مسئله حقوق مردم از نگاه دولت مردم کمی فراموش شده ولی به هر حال برای کنترل این اوضاع آقای مهدوی آزاد یک نهاد ویژه تاسیس شده ستاد ملی مدیریت کرونا که شخص رهبر جمهوری اسلامی بر لزوم اطاعت همه از تصمیم های این ستا تاکید کرده بود عملکردش از نظر شما تا حالا چطور بوده چقدر اقتدار داشته تا چه اندازه ضعف نشون داده چون بعضی از انتقادها و هشدارها بابت همین نهاد مطرح شده در این مورد ببین قبل از اینکه ستا تشکیل بشه وزارت بهداشت درخواست تعطیلی پرواز چین داشت که خب بهش توجهی کردن بعد از اینکه ستا تشکیل شد در دو هفته اول همین ستا درخواست تعطیلی نماز جمعه ها تعطیلی حرم حضرت معصومه جمع کردن و غیره داشت که باز دوباره باش مخالفت میکردن بعد که شاهد موج گسترده بیماران بودیم یه بحران بسیار هارت حکومت کمی ترسید البته کمی از ستاد انقیاد کردن پذیرفتن منتها یادم نره همین ستاد تا الان درخواست برداشت از صندوق ذخیره ارزی رو انجام داده آقای ای هنوز موافقت نکرده همین ستاد در حال تشکیل شده که آقای ای 22 اسفند دستور داد به سلشکر باغری که یک کارگروه ویژه درست بکنه همه فکر میکردن کار رو به در واقع نیروهای مسلح سپرده آقای ای که 24 ساعت بعدش دوباره اوضاع برگشت آقای ای عملاً حکمش رو پس گرفت در مجموع اگر نگاه بکنید همین ستاد ستادی بود که آقای علی لایجانی 19 اسفند گفت ما باید یه ستاد جدیدتر برای پشتیبانی از تصمیمات اون تشکیل بدیم که به وضوح نشون میداد رئیس مجلس حتی معتقد این ستاد حرفش پیش نمیره در مجموع فکر میکنم اگر بخوام صورت مسئله رو ریستر نگاه بکنیم باید بگیم بحران از اختلافات فرادولتی یعنی اختلاف بین سپاه و دولت اختلاف بین رهبر و رئیس جمهور در آغاز شروع شد و حالا به اختلاف در بین بخش های مختلف دولت رسیده یعنی مشخصا بین وزیر بهداشت و وزیر صنایع بر سر روکرد مبارزه با کرونا آقای مهدویزاد برخی از بینندگان شنندگان دارن سالهایی میفرستند برای ما هاشم مثلا نوشته که میخواستم از آقای مهدوی آزاد بپرسم رهبری چگونه حاضر میشود نگاه منفی و بدبینانه افکار عمومی را برای خودش در عدم تخصیص بودجه از صندوق توسعه ملی بخرد من نمیفهمم آقای خامنه ای نه تنها با برداشت از صندوق توسعه ملی مخالفت کرده که اون امپراتوری مالی عظیمی که داره از ستاد فرمان اجرایی امام بگیری تا بنیاد تعاون سپاه حتی از کمک های مالی این محلها هم مخالفت کرده همین چند روز پیش رئیس سابق بنیاد تعاون گفت که ما به حاج قاسم سلیمانی پول میدادیم برای پرداختن برای پرداخت حقوق در واقع افغان هایی که در سوریه میجنگیدن به نفع جمهوری اسلامی ایران ولی واقعیت هست که آقای خامنه ای دور نما و هدف ظاهرا فقط مبارزه با دورنما و هدفش تمین مایحتاج و نیازهای اولیه برای مقاومت در مقابل آمریکاست و تجهیز بخش نظامی ایران خیلی براش مهم نیست که حالا چند هزار نفر در ماجرای کرونا کشته بشه. اصلا خواهش کردم که کوتاه پاسخ بدین و خیلی ممنون که کوتاه پاسخ دادین چون سال دیگر هم دارم آقای مهدوی زاده که از تمهیداتی که در ایران انجام شده توقف انتشار مطبوعات چاپی بود که در جهان همتا نداره یعنی کشور دیگر نداره که این کارو کرده باشه در این بحران کرونا در این اینکه مقررات قرنطینه در بیشتر موارد پیاده نمیشه. در ایران آیا این تصمیم کروناییه به نظر شما یا سیاسی ببینید این در تصمیم از اون واقعیت های تلخ پشت پرده سیاست در ایران هست میدانید که تقریبا تمام مطبوعات ما به استثناء دو سه تا روزنامه همشهری و ایران تقریبا ورشکسته هستند تیراژشون چیزی بین 2500 تا 5000 یا 6000 بیشتر از این نیست تازه همونم هم بخشش برمیگرده اونهایی هم که میفروشن یا با سازمان زندان ها میفروشن یا به دارات دولتی واقعیت این هستش که به خاطر اقتصادی کاغذ به شدت گرون شده اقتصاد در واقع مطبوعات ایران با بحران بی سابقه ای مواجه هست که همیشه البته بحران داشت. شما و الان واقعا کمر شکنه واقعیت این که بخش بزرگی از مدیران مسئول خود روزنامه هم بدشون نمیومد که به یک بهانه فعلا فرصت پیدا بکنن و مطبوعات توقیف بشه این یه بخش قسمت بخش دیگر این است که اساسا سیاست حکومت مخالفت و مقابله با اطلاع رسانی بود از بازداشت کسانی که فیلم میفرستادن در های مجازی گرفته تا ساکت کردن مطبوعات برای به نفع دولت هم بود که مطبوعات بهانه فعلا از میدون خارج بشه سپاس فراوان آقای مهدویازاد با مهدی مهدویازاد صحبت کنم تحلیلگر مسائل سیاسی در بن آلمان نظرات کارشناسانی او رو شنیدیم اما دیدگاه های شما مخاطبان برنامه چشمانداز بامدادی است که این بخش رو تکمیل میکنه از دید شما دولت ایران تا کنون چه عملکردی در راستای مقابله با گسترش ویروس کرونا داشته چند نمره بهش میدین اگه بتونید نمره بدین و چرا ممنوعیت انتشار مطبوعات چاپی رو چطور ارزیابی میکنین و چه ربطی به کرونا داره این موضوع و چرا فقط ایرانه که این کارو کرده نظر بدین تا شنیده بشین دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به BBC شما بامدادی ات بی بی دو سفر چهل و چهار سی و هفتاد چهار سد و دوازده 22, 22. و ما با وجود ممنوعیت چاپ روزنامه ها در ایران روزنامه های ایران همچنان در دسترس هستند. خوشبختانه البته فقط از راه اینترنت آنلاین یا بر خط که در ایران میگن فرشته قاضی روزنامه نگار آزاد در آتلانتای آمریکا به این دکی مجازی سری زده بررسی روزنامه های تهران رو در بخش نخست شروع می کنیم با خطر موج دوم کرونا با بسته ناقص تعطیلاتی از دنیای اقتصاد مردم بالاخره سفر بروند یا نروند از آفتاب یزد و کرونا و مفهوم عدالت از ایران خب مطلب اول خانم قاضی از دنیا اقتصاد هست که میگه دیروز تهران بسیار شلوغ بوده مردم ریختن بیرون انگار کرونا تموم شده دولت نتونسته زارن این تعطیلی رو حاکم بکنه نه همینطور روزنامه ها امروز از هر دو طیف سیاسی به شدت از این مسئله انتقاد کردن روزنامه ایران تیتر خطر رو انتخاب کرد در صفحه اولش صبحنا از جولان کوید 19 در خیابونهای شهر نوشته و آفتابی از از ترافیک مرگ دنیای اقتصاد معتقده که دلیل شلوغی غیرمنتظره تهران رو اجرای بسته ناقص تعطیلاتی از سوی سیاستگزار باید دونست که دولت به دلیل اینکه مانند بسیاری از کشورهای جهان تعطیلی مطلق برای ادارات دولتی و خصوصی از نکرده یکی از عوامل ترافیک غافلگیرکننده تهران بوده بسیاری از کشورها به نوشته این روزنامه تنها در سوپ مارکت ها داروخونه ها و بانک ها اجازه فعالیت دارند اما در ایران صرفا سنوف از فعالیت منع شدن و تکلیف ادارات دولتی و غیر دولتی دقیقا مشخص نیست و هر اداره متناسب با سلیقه خود و مدیرش سیاست فاصله گذاری اجتماعی رو پیاده میکنه روزنامه آفتاب یزد پرسشی هم طرح کرده که میگه در مردم بالاخره سفر بروند یا نروند چه میگه دقیقا؟ منصور مزفری در سرمقاله این روزنامه از رفتارهای پارادوکسیکال مدیران ایران به شدت انتقاد کرده معتقده که ایران تقریبا به صورت جزیره‌ای اداره میشه و نهادها و سازمانها تصمیماتشون یک پارچه نیست و غالبا مقطعی زودگذر و برای رفع حاجت در همون بر هست آقای مزفری به عنوان مثال تصمیم بنزینی اخیر رو ذکر کرده و اینکه چه جوری دولت مدام مردم را از سفر درون شهری و برون شهری به دلیل شوی کرونا نه میکنه اما اعلام میکنه کسانی که 360 لیتر ذخیره بنزین دارن سهمیه ارگی بهش ماه نمیگیرن طبعا کسانی که در این راستا متضرر میشن این پرسش رو مطرح میکنن که بالاخره باید به کدام توصیه دولت توجه کرد در خونه موند و بیرون نرفت بنزین مصرف نکرد یا بیرون رفت و بنزین سوزون تا سهمیه گرفت و ما از روزنامه دولت هم بشنیم از روزنامه ایران که مطلبی داره به نام کرونا و مفهوم عدالت میگه پیکار با کرونا نیازمند تضمین حدی از زندگی برای مردمه منع رفت و آمد قرنطینه فاصله گیری اجتماعی کافی نیست یه سری از مردم برای زنده موندن مجبورن از خونه هاشون بیرون برن جزتش چیه خانم قاسم طور عباس عبدی در روزنامه دولتی ایران نوشته که بهرهمند بودن مردم از حد اقلی از آموزش و بهداشت مسکن و غذا و حتی ارتباطات لازمی هر گونه سیاستگذاری موثر برای مقابله با کرونا است جامعه‌ای که فاقد این توانایی ها باشه نمیتونه از گزند کرونا در امان باشه به اعتقاد آقای عبدی جامعه که بخش مهمی از شاغلانش نیازمند درآمدهای ناشی از فعالیت روزانه هستند و بدون بیمه و پسنداز معتبر زندگی میکنند چه جوری میتونن منع رفت و آمد و مقررات فاصله گذاری رو رعایت کنن اگه دیگران برای زنده موندن باید خود را قرنطینه کنن اونها برای زنده موندن باید از خونه بیرون بیان روزنامه های صبح امروز تهران به شکل برخط البته از فشتی قاضی در آتلانتای آمریکا شنیدیم خورده خبرهای ایران را هم از قلم نمیندازیم ایران در یک نگاه با جلال فرهنگ گروهی از اصلاح طلبان ایران در نامی سرگوشاده از آیت الله خامنه ای خواستند حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی به قرنطینه اختیاری تبدیل شود. نویسندگان این نامه خواستند با فروکش بحران کرونا این قرنطینه اختیاری هم تمام شود و آنها هم زندگی عادی خود را از سر گیرند. میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 حدود ده سال است که در حصر خانگی هستند. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ایران گفته است که این کشور نیازی به واردات تجهیزات مقابله با ویروس کرونا ندارد. سورنا ستاری در حالی از بینیازی ایران به واردات تجهیزات مقابله با کرونا صحبت کرده که رئیس جمهور، وزیر خارجه و سایر مقام های ارشد ایران میگویند تحریم های آمریکا مانع نیاز نیازهای آن کشور برای مقابله با ویروس کرونا و بیماری کووید 19 شده است. آقای ستاری گفته که تمامی نیازهای کشور در این زمینه در داخل تامین می شود. و سازمان ثبت احوال ایران اعلام کرده است به دلیل آنچه تخلف وزارت بهداشت در بارگذاری اطلاعات افراد در سامانه قربالگری ویروس کرونا خوانده همکاری خود را با این وزارتخانه قطع می کند. سیف الله ابو سخنگوی سازمان ثبت احوال ایران گفته است که وزارت بهداشت با این اقدام از تفاهم همکاری مشترک تخلف کرده و اطلاعات شهروندان ایرانی را در معرض سوءاستفاده استفاده قرار داده است. بر اساس گزارش از ایران طی روزهای اخیر اطلاعات ثبتی میلیون ها ایرانی شامل نام، شماره تماس و کد ملی لو رفته و در حال خرید و فروش در بازارهای غیرقانونی است. وزارت ارتباطات ایران وجود اشکالات فنی و امنیتی در این سامانه و خرید و فروش اطلاعات آن را تایید کرده است. با چشم‌انداز بامدادی هستید از رادیو بی بی در لندن. و حالا کرونا در افغانستان با افزایش شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در افغانستان کمیته اضطراری پیشگیری از این ویروس در کابل اعلام کرده که از امروز یک شنبه مانع از رفت آمدهای گروهی مردم می شود و در صورت تخطی احتمال جریمه نقدی وجود دارد وزارت بهداشت این کشور گفته شمار مبتلایان نزدیک به 300 تن رسیده و دست کم 7 تن جان باختند این وزارتخانه هشدار داده است که اگر پایتخت نشینان به مقررات منع آمده شد توجه نکنند وضعیت بدتر خواهد شد در این باره گزارشی داریم از الهام کریمی از کابل یک هفته از وضع محدودیت بر تردد در کابل میگذرد اما به نظر میرسد شماری از شهروندان بی توجه به وضعیت همچنان به شکل گروهی به جاده ها می و به ها سر میزنند کمیته استرار برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در کابل از افزایش همین محدودیت ها خبر داده یعنی پس از این تردد گروهی بیش از سه نفر ممانعت مسئولین را در قبال خواهد داشت و به پرداخت جریمه نقدی منجر خواهد شد محمد یعقوب حیدری والی کابل میگوید گشت و گذارهای غیر ضروری پس از این برخورد جدی مسئولین را در پی دارد این تصمیم پس از این اعلام شد که در روزهای اخیر با گرم شدن هوا شمار زیادی به دامنه های کوه های کابل و محل تفریحی قرقه و پغمان برآمدند با آنکه تمامی مراکز خرید و تفریحی حتی کافه ها و رستوران ها در کابل مسدود است اما رفت و آمد روی جاده ها هنوز مشکل اصلی است انگشت انتقاد وزارت صحت به سوی مردم کابل است وحیدالله مایار سخنگوی وزارت صحت میگوید بی توجهی مردم باعث شده آمار مبتلایان در کابل ظرف یک روز بیشتر از افزایش آمار در هرات باشد شهری که بیشترین آمار ابتلا را تا کنون داشته او همکاری مردم را انصار مهمی در مبارزه علیه کرونا می داند. نفوس کابل در مقایسه با هرات زیاد است و فعلا ویروس در خود جامعه در کابل هم در حال داشت باشیم که واقعات ما روز با روز در شهر کابل هم زیاد شد میره روز در ایراد خوشبخت واقعات ما بسیار زیاد کم بود که یک مسئله بسیار زیاد خوب است در کابل هم اگر ما اقدامات جدیتر نسازیم واقعات ما روز می میباشه و روز با روز شاید واقعات مثبت بیشتر خواد بودیم قیود روزگردی تا کنون در تعدادی از ولایات از جمله کابل و هرات وضع شده با افزایش آمار ممکن است این محدودیت در شهرهای بیشتری پیاده شود و گفته وزارت صحت حالا کار از کار گذشته و پای این ویروس به بیشتری از ولایات افغانستان رسیده دست کم 21 ولایت تنها راه پیشگیری ماندن در خانه و دور بودن از تجمع است ماندن در خانه و دور بودن از تجمع و از تمیداتی که در افغانستان پیاده شده این هم گذاشته بوده از الهام کریمی در کابل و ما اداری امنیت ملی افغانستان با انتشار اعلامی گفته است که اسلم فاروقی رهبر شاخی خراسان دولت اسلامی یا گروه داعش را همراه با 19 جنگجوی دیگر این گروه در جنوب افغانستان دستگیر کرده در اعلامی امنیت ملی آمده که عبدالله اورکزی مشهور به اسلم فاروقی رهبر شاخه خراسان گروه موسوم به دولت اسلامی با 19 تن از همکاران نزدیکش از جمله غاری زاهد و سیف الله مشهور به ابو تلهی پاکستانی تا یک عملیات هدف مند و پیچیده به دست نیروهای قطعات خاص امنیت ملی دستگیر شدند. شاخه خراسان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش مسئولیت خونین ترین حملات اخیر در کابل را بر عهده گرفته. جزئیات موضوع از شریف ولید از برنامه های بی بی سی برای افغانستان جویا شد. خب اداره امنیت ملی افغانستان فرد بازداشت شده را ورگزای مشهور به اسلم فارقی معرفی کرده و گفته که قاری زاهد و سیفلا مشهور به طلحه پاکستانی معاونان ای فرد هم در بین 19 نفر بازداشتی هستند که در, یک در نتیجه یک عملیاتی که از طرف قطعات خاص امنیت ملی افغانستان انجام شده دستگیر شدن البته شاخی خراسان گروه داعش مسئولیت خونینترین حملات اخیرا در کابل به عهده گرفته چنانچه یکی از عملیات های اخیر اینها در یکی از عبادتگاه های سیک ها در کابل بود که منجر به کشته شدن 26 نفر شد و 8 نفر هم در او حادثه زخمی شدن در اعلامیه که امنیت ملی افغانستان منتشر کرده گفته شده که اصلا فاروقی در اعترافات خود گفته که ارتباطاتی با سازمان های است، استخباراتی منطقه داشته و در این اعلامیه همچنین آمده که این فرد از قریه آخونزادگان منطقه ورگزه اجنسی پاکستان هست البته امنیت ملی افغانستان میگه که آقای فاروقی روابط تنگا تنگ با گروه لشکر طیبه و شبکه قانونی طالبان هم داره که ارتباطات اکنون در سطوح مختلف دایش دا دایشه که مربوط به شاخی خراسان است وجود دارد دو فرد دیگری هم همراه با رهبری شبکه بازداشت شده و با گفته امنیت ملی افغانستان که اونا قاری زاهد مشهور به مواز مسئول نظامی داشت دا در افغانستان است و از سیفلا مشهور به ابو طلحه پاکستانی است که ای فرد مسئول جلب و جذب و تنظیم افراد داشت در ولایت ننگرهار افغانستان بوده با شریف ولی صحبت میکردم و حالا باز هم دوباره برگردیم به کرونا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با فعال کردن قانون کنترل و تولید شرکت های آمریکایی را وادار کرده محصولات پزشکی برای درمان و مقابله با شیوع کرونا از جمله ماسک را به کشورهای دیگر من جمله اروپا و کانادا نفروشند. نخست وزیر کانادا از این تصمیم ابراز ناخشنودی کرده. شمار مبتلایان به کووید 19 در آمریکا به مرز 300 هزار تن رسیده. بیش از 7 هزار تن هم جانشان را از دست دادند. نزدیک به 120 هزار تن از این مبتلایان در ایالت نیویورک زندگی می کنند. از همین ایالت و از شهر نیویورک گذاشی داریم از همکارم بهمن کلباسی. با ادامه رشد تصاعدی مبتلایان به کرونا، تجهیزات پزشکی مانند ماسک، برای جلوگیری از شیوع این ویروس و دستگاه تنفسی برای حفظ جان بیماران مورد نیاز شدید کشورهاست و رقابت برای خرید تعداد بیشتری از آنها سبب انتقادهای تند به ویژه به دولت و شرکتهای آمریکایی شده. از جمله یک مقام دولت محلی در شهر برلین گفت دویست هزار ماسک که قرار بود از تایلند به آلمان فرستاده شود به دستور دونالد ترامپ آمریکا برده شده. او این اقدام دولت آمریکا را دزدی دریایی مدرن خواند. آقای ترامپ با فعال کردن قانون کنترل تولید در زمان جنگ تولید کنندگان آمریکایی را وادار کرده محصولات پزشکی که در کرونا کاربرد دارد را به کشورها نفروشند حتی اگر این محصولات در کارخانه های این شرکت ها در خارج از آمریکا مثل تایلند تولید شده باشند. این ممنوعیت فروش ماسک صدای نخست وزیر کانادا را هم درآورده. جاستین ترودو با اشاره به یاری رساندن پرستاران و کادر درمانی کانادا به بیمارستان های آمریکا در روزهای اخیر گفت قطع صادرات محصولات پزشکی به کشورش کار اشتباهی است. همزمان کشمکش ها میان آقای ترامپ و فرمانداران بعضی ایالت های آمریکا بر سر سرعت توضیع و اختصاص میزان دستگاه های تنفسی ادامه دارد. برای مثال فرماندار نیویورک گفته به 17 هزار دستگاه تنفسی نیاز دارد چون در دو هفته آینده میزان ابتلا به کرونا در نیویورک به اوج خواهد رسید نزدیک به چهل درصد از مبتلایان به کرونا در سراسر آمریکا در نیویورک و ایالت مجاور آن زندگی می کنند بحرانی که رسانه های اصلی آمریکا از جمله واشنگتن پست در روز شنبه بر اساس مصاحبه ها و مدارکی که به آنها دست یافتند گزارش کردند به خاطر بینظمی و تأخیر در همه سطوح دولت به سرعت وخیم تر می شود. بهمن کلباسی در نیویورک آمریکا در این لحظات بامداد یکشنبه یک شنبه هفدام فروردین پنجم آوریل نگاهی تازه داریم به سرخط مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه از چشمانداز بامدادی BBC بی, بی سی. روز شنبه نخست وزیر اسپانیا پیش بینی کرد که این کشور در حال عبور از دوری اوج ابتلا به ویروس کرونا است و مقامهای آمریکایی به مردم هشدار دادند که دو هفته آینده در مهار این بیماری اهمیت فوق‌العاده‌ای خواهد داشت. بنا به گزارش‌های رسمی شمار مبتلایان به کوید 19 در ایران تا بعد از ظهر شنبه به 55743 تن رسیده و 3452 تن هم بر اثر این بیماری درگذشتند. در افغانستان هم با ثبت 35 مورد دیگر ابتلا به ویروس کرونا به گفته مقام‌های وزارت بهداشت شمار مبتلایان به 309 نفر رسیده. و با وجود پیش بینی های چند روز گذشته برای توافق روسیه و عربستان سعودی درباره کاهش تولید نفت حالا گزارش رسیده که اوپک و روسیه گفتگوهای برنامه ریزی شده برای بازگرداندن آرامش به بازار نفت را عقب انداختند در پی گسترش ویروس کرونا بازارهای نفتی در چند هفته گذشته به شدت کاهش پیدا کرده بود اینجا لندن است رادیو بی بی سی چشم دادی رسیدیم به نیمی برنامه تا حد خیلی زیادی هم عبور کردیم البته و عدول کردیم از نیمی برنامه ولی از همینجا میتونیم به مابقی برنامه نگاهی داشته باشیم از رئیس جدید حزب کارگر حزب مخالف حزب حاکم بریتانیا خواهیم گفت و همینطور از یک نوازنده و موسیقیدان بسیار برجسته ایرانی که دیروز درگذشت مطالب بسیار دیگر هم داریم از ورزش البته ورزش کرونایی خواهیم گفت و همینطور از مطالب علمی هفته این هفته اول در مورد بعضی از داروهایی که پزشکان امیدوارند به بهبود حال بیماران مبتلا به کووید 19 کمک کنه میپردازیم بعد کسی که قبلا در یک شبیه‌سازی سفر به مریخ شرکت کرده توصیه‌هاش رو درباره زندگی در محیط بسته برای مدت طولانی ارائه خواهد کرد فکر کنم 5 6 دقیقه دیگه اگه منتظر بمونین راز دانش این هفته رو با هم می‌شنویم با کنارگیری جرمی کوربین از رهبری حزب کارگر بریتانیا کیر استارمر با رأی اعضای حزب و اتحادیه های کارگری و هواداران حزبی رهبر جدید حزب کارگر بریتانیا شد آقای استارمر گفت وظیفه‌اش آن است که این حزب بزرگ را با امید و اطمینان به دوران نو هدایت کند. او در انتخابات درون حزبی بیش از نیمی از آرا را کسب کرد. جرمی کوربین پس از شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات پارلمانی بریتانیا از رهبری این حزب کنارگیری کرد. در این باره گفتگوی داشتم با یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد انگلستان و نخست از او خواستم که نمایه آقای استارمر را برای ما ترسیم کند. آقای سامر دادستان بریتانیا بوده در چند سالی سابقه حقوقی داره حقوقدان روی هم رفته مزیت اصلیش اینه که برگشت حزب کارگر به موقعیت قبل از انتخاب کوربینه مدافع بلر صد درصد نیست ولی جایی در وسط بین جناح راست جناح چپ حزب کارگر قرار داره رقباش روی هم ضعیف بودند رقبایی که در نهایت باشون روبه رو بود و در نتیجه در طی چند هفته گذشته تقریبا همه می که ایشان انتخاب خواهد شد در دوره آقای کوربین وزیر مسئول برکسیت بود و دخالتش در پارلمان به نفش بود چون دخالت زیادی داشت و تا حدی محبوبیتی در این رابطه جلب کرد حالا می خانم میزر نگاهی به جلو بندازیم و بفرمایید که حزب کارگر تحت رهبری ایشون به نظر شما چه شکلی خواهد داشت و آیا میتونه به طور مؤثر حزب حاکم محافظ کار رو به چالش بکشه یا نه حزب کارگر ماهیتی دوگانه داره از یک طرف هوادارانی داره که مخصوصا در بین این جوانانی که در سه چهار سال گذشته بهش پیوستند که میشه گفت در چپ جدول سیاسی قرار میگیرند ولی در این حال اگه بخواد انتخاب بشه و همیشه این چالش رو داشته اگه بخواد انتخاب بشه باید به مراتب سیاستی میان روتر داشته باشه تجربه کربین و سایر رهبران به اصطلاح چپتر از این حزب این رو نشون داده و آقای استامر کوششش این خواهد بود که موزه وسط رو بگیره به علت عدم محبوبیت بلر در دوره پایانی نخست وزیریش نمیشه حزب کارگر رو به اون انتها برد ولی در این حال پیداست که موزه آقای کوربین در چارچوب سیاسی کنونی بریتانیا امکان انتخاب شدن در سطح پارلمان رو نداره به عنوان یک دولت بیشتر به خاطر نوع تبلیغاتی که وجود داره جو سیاسی مملکت و در مورد مشخص کربین من فکر میکنم ضعف خودش در این که نمیتونست محکم پی, افکاری که هوادارانش داشتن بیسته تاثیر منفی گذاشت بر دوره اه اه ایشان با عنوان رئیس حزب کار رهبر حزب کار با یاسمین میزر سردبیر نشریه کریتیک در انگلستان صحبت از رهبر جدید حزب کارگر بریتانیا بود آن دوستداران هنر موسیقی حتما تا کنون خبر اند که همان خسروی نوازنده ایرانی به نام ویلونسل پس از دوره ای بیماری در سن 66 سالگی در لس آنجلس آمریکا درگذشت. او نوازنده بسیاری از آثار موسیقی پاپ و کلاسیک ایرانی بود. نوای ویلونسل او در آثار به ماندنی سینمایی و تلویزیونی مانند گوزنها، قیصر، گاو و سریال سلطان شبان شاید به یادتان باشد. همایان خسروی از نوازندگان آلبوم شب، سکوت، کویر هم بود یادش گرامی باد با این گزارش از فرج بالافکن که سال گذشته بخت دیدار با هماین خسروی رو در لس آنجلس آمریکا داشت من اسمم هماین خسروی صحبت میکنم با فرج یک دو سه سال پیش با همایون در مقابل منزلش در لس آنجلس به گفتگو نشستم همان صفا و سادگی همیشه رو به همراه داشت و اینکه سرآغازش چه بوده من وقتی که از هنرستان موسیقی شروع کردم به فراگیری ساز ویالونسل به صورت علمی وارد وادی موسیقی شدم و اولین موقعیتی که برام پیش اومد در سن 14 سالگی بود رفتم به رادیو میدون ارک در یه ارکستری بود به نام ارکستر بزرگ که ایرج گل سرخی و فریدون شهبازیان عهدهدار اون ارکست بودن و بسیار از نوازنده‌ای که الان نام های بزرگی هستن در ایران در اون ارکست نوازندگی میکردن و در از شروع کار من در ارکستر و فعالیت های دست جمعی خارج از مدرسه یعنی کنسرواتوار رادیو بود به قول خودش از فیلم قیصر تا گوست ها با اسفندیار منفرد زاده و صدها فیلم دیگر از جمله گاو با پروفسور هرمز فرحد و دیگران از جمله با بابک بیات و صدها آهنگساز برجسته دیگر کار کرده بود پرواز اعتماد را با یکدیگر تجربه کنیم وگرنه میشکنیم بالهای دوستیمان را در سالهای اول انقلاب اسلامی که موسیقی به مهاق میرفت باز نوای دلنگیز آرشه همایون بود که شعر و موسیقی را زنده نگاه می داشت. در بسیاری از نمایش ها مثل مرگی از گرد سه و بهرام بیزایی تا سریال های تلویزیونی آرشه و روی بیولونسل ملودی را در خاطری تماشاگران ثبت می کرد. هجرت بی بازگشت همایون خسروی بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر را در بحت فرو برد چرا که به قول یکی از دوستانش در جان آهنگ هزاران خاطره بود و هست و ادامه خواهد داشت آهنگ و نوای واقعا ماندگار یادی بود از هماین کامرانی خسروی نوازنده به نام ویلونسل که در سن 66 سالگی در لس آمریکا جانش را تسلیم سرطان کرد گذاشت بود از فرج بالافکن اینجا نگاهی داریم به پیام های بیشمار شما اینجا فکر کنم که بخشی از اونها رو بخونم این بار اجازه بین که از تلگرام شروع بکنم از میسم که میگه که به نظر من دلیل سردرگمی در تصمیم گیری برای قرنطینه کردن مردم یا شروع فعالیت اقتصادی جامعه در بسیار از کشورها از جمله ایران یادآور آن مثال معروفی هست که هر طرف صورت بزنی درد دارد یعنی اگر قرنطینه اجرا بشه اقتصاد کشور نابود میشه و اگر فعالیت اقتصادی جامعه شروع بشه مردم نابود میشن و هر دو اینها دردناک میسم نوشته مرتزا میگه که هنوز که کار مثبتی از دولت و نهاد رهبری دیده نشد دولت که پول نداره بخواد کار خاصی انجام بده نهاد رهبری هم که پول داره میل نداره واسه مردم ایران خرج بکنه وقتی که رهبر کرونا رو یه چیز پیش پا افتاده میدونه مهم نیست مردم ایران بمیرن بیکار بشن گشنه بمونن و اچ آر گفته که متاسفانه به دلیل شیوع کرونا قیمت ها هم تغییر کردن به نوعی که ما دانشجویان کارشناسی ارشد برای اینکه خطری متوجه خانواده همون نشه خونه نرفتیم و در شهر محل تحصیل موندگار شدیم که حامل ویروس نباشیم این هم اچ آر بود متاسفانه نمیتونم که همین اینها را همین الان بخونم اگه فرصت شد بهشون برمیگردیم فعلا فعلا بریم سراغ ورزش شیوع ویروس کرونا مسابقات لیگ های برتر فوتبال بخش اعظم جهان رو کشته فعلا خبری از این لیگ ها نداریم اما کشورهایی هستند که همچنان سرسختانه به رغم کرونا توب میزنند پوریا جافره از اونها میگه دقیق بخوایم بگیم یک کشوره که بدون هیچ تغییری داره مسابقات خودش رو برگزار میکنه اون هم به خاطر نوع رفتار رئیس جمهوری روسیه سفید یا بلا بلاروس هستش در مورد ویروس کرونا من الان داشتم نگاه میکردم که لیگ این کشور داره بدون وقفه برگزار میشه و بازیهاش هم با حضور تماشاگران برگزار میشه البته تعداد زیادی نیستن سه تا مسابقه که دیروز برگزار شده بود بعضیشون 700 تا بعضی 600 تا بعضی 500 تا تماشاگر داشتن ولی خب روی کرده بلاروسی در این لحظه طوری هستش که میگه که ما میتونیم این ویروس رو کنترل بکنیم و خطرش رو اصلا جدی نمیگیرن اما کشور دیگه کشور تو هستش داریش تاجیکستان هم مسابقه سوپرکاپ خودش رو انجام داد دیروز مسابقه جالبی هم بود با نتیجه دو یک استقلال دوشنبه برنده سوپرکاپ تاجیکستان شد و خب البته امروز هم سه مسابقه برگزار میشه در تاجیکستان توی این اسما میتونی یه مقدار به من کمک بکنی تیم خطلان با استروشن بازی خواهد کرد کاکتوش با ریگار کارخونه آلومینیوم تاجیکستان و لوکوموتیو ریگر در واقع آره ریگر. و لوکوموتیو پامیرم با فیسخند بازی میکنه البته همونطور که خودت میدونی تاجیکستان به نظر میرسه که یه جورایی قصر در رفته این ماجرای کرونا رو بازیها بدون تماشاگر خواهند بود در تاجیکستان و فرصت مناسبی هستش که کل دنیا اونایی که خب خوره فوتبالن از هیچ فوتبالی نمیگذره دوست دارن نگاه بکنن توجهشون به این دو تا لیگ بیشتر خواهد بود و از این طب... توجهشون که میگه بیشتر خواهد بود واقعا برای من جالبه که این لیگ ها که هیجان فوتبال رو حفظ کردن در این کشورها آیا تماشاگرانی از راه دور هم دارند آیا این بازی ها از طرق مختلف پخش میشه یا نه الان من داشتم نگاه میکردم در مورد بجز, بجز, تاجیکستان و بلاروس یک کشور دیگه هم که داره برنامه لیگش پیش میره نیکاراگو است اونها رو حالا نمیدونم به چه سرعتی قرارداد باهاشون بستن ولی که به خصوص بنگاه های بندی که خب الان کاروبار اونها هم کاملا کساد شده دارن مسابقه ها رو پخش میکنن انتظار من این که در مورد تاجیکستان هم این اتفاق بیفته دیروز سوپرکاپ تاجیکستان برگزار شد از امروز لیگ فوتبال تاجیکستان تازه داره شروع میشه هفته اولش هست و خب اگه که وضعیتی که در غرب اروپا میبینیم به خصوص دیگه درجیه که فوتبال دنیا ادامه پیدا بکنه احتمالا جایگاه بهتری پیدا خواهند کرد از نظر اینکه خب وقتی که تو بازار چیز دیگه وجود نداره مردم میرن سراغ این فوتبال ها. پویا جافره از ورزش و کرونا می گفت. در روزهایی که ویروس کرونا بر جهان سیطره داره از مجله علمی راز دانش بی بی سی هم انتظار میره که این موضوع شیوع رو بیشتر بشکافه در کنار موضوعهای علمی دیگه که سینا علی نجات در این برنامهش دقیقا همین کار رو کرده سلام به این شماره راز دانش خوش آمدید برنامه ای که در اون تازه های جهان علم از جمله تحولات مربوط به ویروس کرونا رو دنبال میکنیم این هفته اول در مورد بعضی از داروهایی که پزشکان امیدوارن به بهبود حال بیماران مبتلا به کووید 19 کمک کنه میپردازیم بعد کسی که قبلا در یک شبیه سازی سفر به مریخ شرکت کرده توصیه هاش رو درباره زندگی در محیط بسته برای مدت طولانی ارائه خواهد کرد با گذشته بیش از سه ماه از شروع انتشار ویروس جدید کرونا پزشکان و محققان همچنان به دنبال داروی میگردند که در درمان بیماری موثر باشه تا به حال هیچ داروی جدیدی برای معالج این بیماری کشف نشده بعد از شیوع ویروس دیگری از خانواده کرونا یعنی ویروس سارس در سال 2003 داروهای ضد ویروسی خاصی تولید شده بود که در مرحله آزمایشی باقی موند و به مرحله تولید انبوه نرسید با این حال حالا سازمان بهداشت جهانی در حال هماهنگ کردن آزمایش رشته ای از داروهاست که از قبل برای درمان سایر بیماری ها استفاده شده و نشانه های امیدوار کننده ای از موثر بودن آنها دیده شده. از طرف دیگه واحد خدمات انتظایی انجمن شیمی آمریکا شرح همه داروهایی که خاصیت ضد ویروسی و درمانی دارن رو برای تحقیقات در این زمینه جمعآوری کرده. آنجلا جو از این مؤسسه درباره دارویی به نام رمدسویر که نامش در مبارزه با کووید 19 مطرح شده توضیح میده رمدسویر داروی با طیف ضد ویروسی وسیع است که اساسا برای مقابله با ویروس ابولا طراحی شد با این حال این دارو موقع ساخت خواست جالبی در مقابله با ویروس سارس و مرس نشان داد این دو از نوع ویروس کرونایی بتا هستند که باعث مشکلات حاده تنفسی می شوند. رمدسفیر با از کار یک آنزیم خاص در ویروس آر اسم RNA پلیمراز کار میکنه او میگه که از اونجا که ویروس عامل بیماری کووید 19 یا در اصطلاح علمی سارس کوف 2 هم دارای RNA پلیمراز هست این دارو به طور بالقوه میتونه مانع تکثیر ویروس بشه این این دارو علاوه بر اینکه در محیط آزمایشگاهی امتحان شده به عنوان اقدامی انسان دوستانه روی تعدادی بیمار مبتلا به کووید 19 در آمریکا هم امتحان شده دارو در موارد کمی به نتایج خوبی منجر شده اما برای تجویز آن در سطح وسیع لازم است اول با دقت زیاد آزمایش های کلینیکی انجام شود تا از عوارض دارو و میزان تاثیرش در جلوگیری از تکثیر ویروس آگاه شویم داروی دیگری که ازش نام برده شده لوپیناویر روتیناویر که ظاهرا تا حدودی موثر بوده لوپیناویر، روتیناویر، یک داروی ترکیبی با دوز ثابت برای معالجه یه HIV است. HIV هم یک ویروس RNA است. این دارو پروتئاز HIV که نوعی آنزیم است را مسدود می کند. پروتئاز می تواند پروتین را در اندازه مشخصی ببرد و به واحدهای کوچکتری تبدیل کند تا امکان فعال شدن در داخل سیستم سلول را پیدا و به تکثیر ویروس کمک کند. او توضیح میده که هر چند ویروس جدید کرونا هم مجهز به این نوع پروتاز هست اما ممکنه در مقایسه با ویروس ایتز کار کارکرد متفاوتی داشته باشه بنابراین این داروها ممکنه کار بکنند یا نکنند داروی دیگری که صدای زیادی کرده کلوروکوین هست که نه ضد ویروسی بلکه داروی مالاریا است اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دربارش زیاد حرف زده <applause> حتی پیش از آن که پرزیدنت ترامپ درباره کلوروکوین صحبت کند شواهد زیادی از طرف جامعه علمی ارائه شده بود که این دارو و مشتقش هیدروکسی کلوروکوین ممکن است در مقابله با ویروس جدید کرونا موثر باشد این دارو در سلول های کشت شده در آزمایشگاه علیه ویروس جدید کرونا امتحان شده و نتایج خوبی در مسدود کردن تکثیر ویروس نشان داده به علاوه فکر میکنم در حال حاضر چند آزمایش کلینیکی روی آن در جریان است و برخی مراکز گفتند شاهد نتایج خوبی در بیماران بودند. البته دکتر جو علیه استفاده خودسرانه از این داروها هشدار میده و میگه این کار باید حتما زیر نظر پزشک باشه تا دوز دقیق دوری مصرف یا عوارض احتمالی اون برای بیمار مشخص باشه. واحد خدمات انتظایی انجمن شیمی آمریکا حالا فهرستی از 50 هزار مولکول رو تهیه کرده که میگه میتونه به طور رایگان در اختیار دانشمندانی قرار بده که در مورد کووید 19 تحقیق میکنن این مولکول ها رو دانشمندان موسسه بر اساس تاثیر احتمالیشون در درمان کووید 19 انتخاب کردند که در این میان 120 مرکول که شامل بعضی از داروها هم میشه در صدر این فهرست قرار داده شده حالا که خیلی از ما مجبوریم بیشتر وقتمون رو در خانه پر کنیم شاید شنیدن تجربه و توصیه های کسی که قبلا حصر شدید رو تجربه کرده مفید باشه دیگو اربینا از کسانی است که در برنامه مریخ 500 شرکت کرده که یک دور کامل رفت و برگشت به مریخ رو در زمین شبیه سازی کرد در این تجربه داوطلبان خود رو در یک سفینه ساختگی حبس کردند این اولین شبیه سازی سفر رفت و برگشت به مریخ بود و ما برای 520 روز که طول چنین سفریه ایزوله بودیم من و پنج نفر دیگه در این برنامه شرکت کردیم در این مدت از اینترنت تلفن و حتی نور خورشید محروم بودیم البته این متفاوت از شرایطی بود که مردم حالا به خاطر ویروس کرونا تجربه می کنند اما ما شش نفر هم باید در داخل محیدی بسته کم و بیش به اندازه یک خانه زندگی می کردیم منابعی که در اختیار داشتیم محدود بود و باید مثل وضعی که الان خیلی ها با آن روبرو هستند برای وقتمون برنامه ریزی می کردیم. او و پنج همراهش در سالهای 2010 و 11 برای تقریبا یک سال و نیم در مرکزی در روسیه محبوس بودند تا جنبه های روانی اجتماعی یک سفر احتمالی آینده به مریخ ارزیابی بشه. او برای کسانی که با شرایط مشابهی روبرو هستند توصیه هایی داره. Establish... یکی از مهمترین کارها اینه که برای خودتون هدفهای واقع بینانه برای مدت یکی دو ماه تعیین کنید مثلا در دوره اینترنتی که همیشه دوست داشتید شرکت کنید کتابهایی رو که همیشه میخواستید بخونید بخونید و مهارت هایی که همیشه مایل بودید یاد بگیرید هدف اینه که بتونید وقتی که این دوره تموم شد به خودتون بگین که از وقتتون درست استفاده کردید مهمه که روزاتون رو با فعالیت هایی پر نکنید که کمک نمیکنه و البته باید بین کارهای مختلف توازن برقرار کنید و برای خودتون وقت آزاد هم داشته باشید خیلی مهمه که روتین داشته باشید تا دچار افکار عجیب و غریب و ترس نشید در مأموریتی که آقای اربینا در اون شرکت کرد یکی از ملاک های انتخاب شدن داشتن حس قوی همکاری با دیگران بود با این حال او میگه مواقعی هست که بین اعضای گروه استکاک پیش می اومد و توصیهش اینه که اجازه ندیم اختلافات با سایر همنشینان شدت پیدا کنه چون به راحتی ممکن از کنترل خارج بشه او علاوه بر داشتن روتین توصیه های دیگری هم برای کسانی که مجبورن وقت زیادی رو در خانه سپری کنند داره سعی کنید که برای دیگران کاری انجام بدین در خونه به دیگران در کارهاشون کمک کنید یا حتی در صورت امکان به کسانی که بیرون هستند کمک کنید مثلا در سازمان دادن کارها از راه دور تا جایی که میتونید آفتاب بگیرید که فواید زیادی داره مثل تولید ویتامین دی که به چرخه خواب و بیداری کمک میکنه به علاوه به تقویت روحی هم کمک میکنه آهنگ گوش کردن خیلی مهمه وقتی مجبور نیستید روی کار خاصی تمرکز کنید موزیک گوش کنید که این هم باعث بهبود حال روحیتون میشه دیگو اربینا از برنامه مریخ 500 بود و در اینجا به آخر برنامه این هفته میرسیم تا هفته آینده روزهای خوبی براتون آرزو میکنم و به آخر ساعت اول چشم اندازی بامدادی سپاس از همراهی تک تک شما